ایران به سرعت به مهلتی نزدیک می شود که فیفا برایش تعیین کرده و باید تکلیف حضور زنان در ورزشگاه ها را روشن کند. معاون وزیر ورزش ایران گفته شرایط برای حضور زنان در استادیوم ها و تماشای بازی های ملی فوتبال فراهم شده و احتمالاً اولین بازی تیم ملی با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد. این در حالی است که فردا پنجشنبه اولین بازی لیگ برتر فوتبال ایران بعد از حدود یک ماه تعویق و کش و قوس برگزار می شود. حال سوال اینجاست که فرق بازی باشگاهی و ملی چیست؟ چرا زنان می توانند در یکی شرکت کنند و در دیگری نه؟ گزارش ببینیم از پوریا جعفری. تیم های ایرانی سخت مشغول آماده سازی هستند. شمارش معکوس به پایان رسید و لیگ برتر فوتبال ایران شروع خواهد شد. با زنان یا بدون زنان، مسئله این است. در روزهای منتهی به شروع لیگ اظهار نظرهای زیادی در مورد حضور زنان در استادیوم های فوتبال شنیده ایم. صحبت هایی که از برآورد آنها می شود نتیجه گرفت که حضور محدود زنان در بازی های ملی و بین المللی تایید شده، ولی در مورد بازی های باشگاهی اتفاق نظر وجود ندارد. همین امروز معاون وزیر ورزش گفته زنان برای مسابقه های ملی می توانند به استادیوم بیایند. با حفظ حرمت و کرامت بانوان می توانیم شرایط حضور بانوان را در بازی های ملی فراهم کنیم. اگر هواداران اصول را رعایت کنند و محیط مناسبی با آرامش و امنیت شکل گیرد، امکان حضور بانوان در رقابت های باشگاهی فراهم خواهد شد. سخنگوی دولت هم که برای دومین بار در 3 روز گذشته این مسئله را باز کرد، در اظهار نظر مشابهی میگوید الزام به قوانین فیفا شامل همه کشورهای عضو فدراسیون جهانی می شود. اما مشکل اینجاست که قوانین برای همه بازی هاست و اگر قرار است اجرا شود بازی ملی و باشگاهی نمی شناسد. از جام جهانی گرفته تا کوچکترین مسابقه باشگاهی، قوانین ضد تبعیض باید برای همه یکی باشند. و البته مسئله عدم حضور زنان در استادیوم ها تنها مشکل پیش روی فدراسیون فوتبال ایران و سازمان لیگ نیست. بحث جنجالی و عجیب زیر ساخت ها همچنان مطرح است. بهانه ای که اینا داشتن مسئولان فدراسیون فوتبال میگفتن که زیر ساخت های ما آماده نیست برای برگزاری لیگ برتر. از نظر امنیتی و از نظر مسئله که برای تماشاگران وجود اومده، تو 2 تا بازی که خیلی مشکل داشت و توی شهر اهواز به استادیوم فولاد در نقش جهان اصفهان، گفتن که این میخوایم استادیوم مشکلاتش رو برطرف کنیم، به استانداردهای AFC برسونیم. 4 هفته لیگ رو به تاخیر انداختن شروعش رو و فردا در شرایطی قرار برگزار بشه که استادیوم آزادی که 50 سال در ازش استفاده میشه فردا قرار نصفه بهره برداری بشه، فقط طبقه اولش تماشاگر بره. به علاوه این که فردا مشخص نیست که تماشاگران پرسپولیس چطوری میتونن بلیتشون رو تهیه کنن. اون 26 هزار نفری که قراره بره استادیوم تازه فردا صبح باید بتونن بلیت بخرن و ببینیم اگه این سامانه‌ای که قولش رو دادن راه بیفته تا فردا بتونن بلیت بخرن یا نه. خیلی ها تصور میکنند فوتبال ایران که با صدها مشکل عجیب و غریب دست به گریبان است، با راه دادن زنان به استادیوم ها میتواند تا حد زیادی فشار را از روی خود بردارد. اما حتی بین باشگاه ها هم یک سیاست در این زمینه وجود ندارد. این مراسم رونمایی از لوگو و پیراهن جدید تیم تراکتور با حضور زنان بدون هیچ دردسری، مراسمی که در بقیه تیم‌های لیگ برتر تکرار نشد و زنان حتی به تمرین تیم‌های محبوبشان راه پیدا نکردند. پوریا جعفری، BBC. ملیکا یک طرفدار دو آتیشه پرسپولیس از جمله زنانیه که موفق شد در جریان بازی پرسپولیس و کاشیمای ژاپن آبان پارسال وارد استادیوم آزادی بشه و الان از تهران به ما پیوسته. خانم ملیکا، از تجربتون بگین، وقتی که میگن زیر ساخت های مناسب برای زنان وجود نداشت یعنی چی؟ آیا شما مشکلی داشتید اونجا؟ بله، نه به این شنوان. من تجربه‌ای که دارم، خب استادیوم یک محیط بسته است، خیلی قابل کنترل، گیت هایی که وجود داره و ما از ورودی کاملا مجزا وارد استادیوم شدیم، حالا بعد از کلی دردسر و ساعت ها منتظر موندن پشت در، ولی نه هیچ مشکلی وجود نداشت. من فکر نمی کنم که زیر ساخت ها مشکلش مرتبط باشه با ورود زنان به استادیوم. خب الان فردا افتتاحیه لیگ هست، همونطور که گزارشتون اشاره شد طبقه دوم استادیوم آزادی هنوز آماده حضور تماشاگران نیست و خب میبینید که هیچ ربطی به مسئله حضور زنان نداره و من فکر میکنم که اینها مشکلات ریشه ای فوتبال ایران هست، زیر ساخت ها و ورود زنان مسئله یک خیلی ساده
میشه حل بشه، همونطور که توی فینال آسیا حل شد. خانم ملیکا، عده‌ای از مخالفان حضور زنان در استادیوم میگن که اونجا محیط مناسب خانوم ها نیست، عده‌ای ممکنه فحاشی بکنن، شما آیا احساس کردید که محیط نامناسبه اونجا؟ نه، به هیچ عنوان من هیچ برخورد زننده یا حرف نامناسب هیچ چیزی اونجا من حس نکردم. ولی خب ببینید، بازی ها متفاوته. بازی مثل فینال آسیا که تقریبا دو تا جایگاه همه هواداره یک تیم هستن، هواداره پرسپولیس هستن، قطعا فضا متفاوت هست. با بازی های جنجالی لیگ مثل حالا پرسپولیس تراکتور، پرسپولیس سپاهان، اینا بازی هایی هست که همیشه جنجال داشته. ولی من فکر نمی کنم که حضور زنان این مسئله رو بدتر کنه. حتی با توجه به فرهنگ ایران فکر می کنم که یعنی خیلی ها معتقدن، منم به نظرم منطقی هست که این فضا بهتر میشه با حضور خانوم ها. ادهی هم معتقدن که اگر که مجوز داده بشه به زنها برای حضور در بازی ها، بعد از یک مدتی دیگه زنها خودشون علاقه نخواهند داشت برای حضور در استادیوم. آیا شما کسی هستید که فرزن اگه مجوز داشته باشید بعد از یک مدتی دیگه علاقتون به فوتبال ممکنه کم شه؟ ببین، چیزی که من اونجا دیدم، ما 200-300 نفر خانومی که بودیم، چیزی که خیلی واسه مسئولین اونجا جالب بود و غیر منتظره بود، ما خانوم ها از کل ایران بودیم و طبق گفته خودشون اصلا انتظار نداشتن که یه دختر خانوادش رو به حال راضی کنه از فاصله 800-900 کیلومتری از جنوب ایران بیاد به تهران بیاد بازی تیم مورد علاقش رو ببینه. ولی خب این اتفاق افتاد و اینکه من فکر نمی کنم این دلیل مناسبی باشه که حد نیمی از جامعه نادیده گرفته بشه که حالا ممکنه علاقهشون بعد از مدتی کاهش پیدا کنه. خب این حق باید داده بشه، فضا فراهم بشه، خب زمان مشخص میکنه همه چیز رو و من نه اینکه فکر نمی کنم. الان یک دوگانگی بین مواضع مسئولان هست. عده‌ای میگن که فقط بازی های ملی خانم ها ممکنه مجوز داشته باشند شرکت بکنند. آیا برای شما به عنوان یک زن طرفدار فوتبال کافی هست یا اینکه براتون باشگاهتون انقدر محبوب هست که مهم باشه حضورتون در استادیوم؟ واسه شخص من که حتی شاید بعضی از بازی های باشگاهی مهمتر هم باشه یا درجه مساوی داشته باشه نسبت به بازی های ملی. و نه، همه جای دنیا فوتبال باشگاهی اتفاقا خیلی وقتا رقابتش پرطرفدارتر از دختر دنبال میشه و تفاوتی نباید باشه بین قوانین ضد تبعیض بین بازی های ملی و باشگاهی. متشکرم از شما ملیکا، یکی از طرفداران تیم پرسپولیس در ایران. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستمپور، فرق بازی باشگاهی و ملی چیه؟ چرا به نظر میاد که مقام‌های ایران دارن سعی می‌کنن یک تفاوتی قائل بشن بین این دو نوع مسابقه؟ از نظر فیفا هیچ تفاوتی وجود نداره. در قوانین فوتبال و کدهای انضباطی که به تازگی ابلاغ شده، رقابت‌های باشگاهی و ملی در هیچ نقطه‌ای از جهان تفاوتی نداره در اجرای قوانین. و حتی این رو مشخصاً وقتی که از فیفا سوال کردیم، پاسخ مکتوب سخنگوی فیفا این بود که ما می‌خوایم زنان در ایران در تمام بازی‌ها حضور داشته باشن و تفکیک نشده این دو موضوع. و جالبه که در رقابت‌های لیگ برتر هم که حالا بعد از 3 هفته تأخیر قراره برگزار بشه، کسی نمیدونه وضعیت استادیوم‌های ما امروز نسبت به 3 هفته قبل چه تغییری کرده. هیچ فیلمی، هیچ گزارش مشخصی ما ندیدیم که نشون بده استادیوم‌های لیگ برتر نسبت به 3 هفته قبل تغییری در اونها اتفاق افتاده. اما همین حالا که قرار لیگ شروع بشه، گفته شد که بازی سپاهان با شاهین بوشهر افتاده شنبه. خب توی 24 ساعت چه تغییری در قراره در این استادیوم رخ بده؟ یا ورزشگاه آزادی چرا باید فقط 26 هزار نفر بتونن وارد ورزشگاه بشن؟ شما فکر می‌کنید علتش چیه؟ من فکر می‌کنم واقعیت‌ها رو با مردم شفاف و دقیق بازگو نمی‌کنن، در میون نمی‌گذارن. طی یک هفته گذشته مجموعه‌ای از اظهارات قهرآمیز، تهدیدآمیز از آقای تاج که تهدید می‌کنه این فصل شوخی نداریم، بازیکن رو محروم می‌کنیم، مربی رو محروم می‌کنیم. سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران میگه پلیس حاکم ورزشگاه و بیرون ورزشگاه. از اون طرف دختران هوادار فوتبال رو میبرن زندان قرچک و
گفته شده که قراره ازشون تصویر برداری بشه که اعترافاتی رو بکنن. به جای این همه برخوردهای قهرآمیز و تهدیدآمیز، استادیوم هاتون رو شماره گذاری بکنید که مردم بتونن بیان بشینن در آرامش و آسایش بازی ها رو ببینن. خب این استادیوم ها که همش دولتیه، در اختیار وزارت ورزشه، به جای این همه مصاحبه از جانب نمایندگان مجلس، مقامات سیاسی، چهره های مذهبی ورزشی، بهتر نبود به کیفیت این استادیوم های کهنه و فرسوده و حتی استادیوم های نوسازمون هم شرایط برگزاری بازی رو ندارن؟ الان هوادارا لیگ فردا شروع میشه اصلا نمیدونن چطور وارد ورزشگاه بشن، آیا میتونن وارد ورزشگاه بشن؟ در برخی از ورزشگاه هم که فدراسیون اعلام کرده بدون حضور تماشاچی برگزار میشه تا شرایط اون ورزشگاه مهیای آمادگی با شرایط میزبانی و استاندارد رو داشته باشه، کاملا نامشخص. ایده هم معتقدن که احتمالاً 1% بلیت برای زنها، اگر که به هر حال زنها موفق بشن برن در استادیوم، 1% محدودی بلیت برای زنها فراهم میشه برای رقابت های لیگ برتر که هیچ بازی های ملی منظورمه. برای بازی های ملی هم تا قبل از بازی ایران و کامبوج، اون چیزی که من فکر می‌کنم فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش رو نگران کرده اینه که تا قبل از بازی با کامبوج که حتما باید زنا برن ورزشگاه، اصلا اون که قابل بحث نیست، نگرانیش اینه که دخترها باز مقابل استادیوم تجمع کنن، فیلم بگیرن، بفرستن فیفا و دچار تعلیق و محرومیت بشه. این چیزیه که باعث شده این همه رقابت ها به تعویق بیفته. و یک مسئله مهم دیگه ای هم که وجود داره اینه که چرا مقامات فوتبال ایران که سالهاست بر سر کار هستن مدام مشکلات رو موکول میکنن به مسائل فرهنگی، زیرساخت ها، امکانات، چرا به این باور نمیرسن که خود آقای بهاروند رئیس سازمان لیگ، آقای تاج، آقای ساکر، این افراد که میبینیم از جانب باشگاه های مختلف هم اینا مقبول و محبوب نیستن، هواداران فوتبال اینها رو دوست ندارن، چرا به این نتیجه نرسیدن که شاید تغییر و تحول در خود فدراسیون باعث بشه که بخشی از این جو آشفته‌ای که بر فوتبال ایران تو همین آغاز فصل حکم فرماست کم بشه؟ شاید تغییر اونها و کنار رفتن اونها بتونه به این جو کمک کنه. این موضوعیه که اونها نمیپذیرن و صرفا مسائل و مشکلات رو بیرون از خودشون و خارج از ساختمان فدراسیون فوتبال جستجو میکنن. متشکرم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی با ما.